با سلام به شما بینندگان عزیز، من کیان آذر هستم. برنامه نگاه روز رو به شما تقدیم می کنم. در این برنامه مصطفی صابر رو همراه خودمون داریم. در رابطه با سفر احمدی نژاد به لبنان می خواهیم صحبتی با ایشون داشته باشیم. در چند روز گذشته احمدی نژاد به لبنان سفر کرده و اخبار اون منتشر شده و سایت های وابسته به جمهوری اسلامی و تلویزیون جمهوری اسلامی تبلیغات زیادی هم حول و حوش این سفر به راه انداختن. میریم سراغ مصطفی صابر ببینیم نظر ایشون در رابطه با سفر احمدی نژاد چی هست. سوالایی رو با ایشون مطرح میکنیم. سلام میکنم به مصطفی صابر. سلام، متشکرم. مرسی اینکه توی برنامه ما شرکت کردید. سوال اولی که دارم این هستش که به هر ترتیب توضیحی دادم، چرا سفر احمدی نژاد به لبنان رو ترتیب دادن اصولا که بره، چون که قبلش هم رفته بود نیویورک و این امریکا و اون طرفا. من سوالم این هستش که مقصودشون از این سفر چی بوده و چرا این سفر رو ترتیب دادن برای احمدی نژاد؟ خب مثل کارهای دیگرشون، جمهوری اسلامی تو وضعیت بسیار بدی قرار داره، تو مخمصه همه جانبه گیر افتاده، از لحاظ اقتصادی، سیاسی، همه موقعیتش در داخل، موقعیتش در سطح بین‌المللی، درگیر یک بحران شدید هست و اینو همه میدونیم و از این کارا میکنن. یه جای خوبی هم که اینا میتونستن یه ذره شاید چه از مخزن داخلی و چه از مخزن بین‌المللی موقعیت خودشون رو به خیال خودشون بهبود ببخشن، لبنان بود. و این سفر لبنان هم در کنار فرستادن میمون به فضا و نمیدونم کشف انرژی اتمی در زیر زمین خانه و نمیدونم اگه ما اخم کنیم اقتصاد فرانسه میخواب و اینا، اینم در اون خط خطوط چاره هایی هست که جمهوری اسلامی واسه خودش پیدا میکنه. بله، خب اگر ما بخوایم این مثلا نکاتی که شما مطرح کردین رو قبول بکنیم، آیا از لحاظ بین المللی موقعیت جمهوری اسلامی این سفر براش مثلا موقعیتش رو بهتر کرده، موفقیت آمیز بوده و بهبود داده مثلا وضعیت جمهوری اسلامی رو از نظر بین المللی؟ به نظرم نکته جالب تو این سفر من فکر می‌کنم این بود که اولش گفتن احمدی نژاد میخواد بره سنگ بندازه به اسرائیل و از این صحبت‌ها شد و اینا، بعد بهش هشدار دادن. هیلری کلینتون گفت که اوضاع لبنان حساسه و این سفر ممکنه به اصطلاح موقعیت لبنان رو به مخاطره بندازه و اینا. احمد اینجا دقیقا رفت روی خط کلینتون، رفت اونجا صحبت از وحدت لبنان کرد، خب طبعا البته سعی کرد جمهوری اسلامی رو مطرح کنه. خلاصه به نظر من بچه خیلی خوب و رامی بود توی این صحبتش، برخلاف صحبت‌های دیگرش و زیاد اون حرفای به اصطلاح کانتروورشال و چیز خودش رو نزد که همه شروع کنن اعتراض کردن بهش. به نظر من اتفاقا سفر توی لبنان نشون داد که جمهوری اسلامی خودش رو شدیداً تحت فشار می‌بینه و یه مقدار کوتاه اومده. درست. خب در همین رابطه من میخوام به یه اظهار نظر از یه سایت حکومتی اشاره بکنم و اون هم گفته بودن، تیتر خبر به این صورت بودش که اسرائیل، دولت اسرائیل از دولت شیلی درخواست کرده که نجات این معدنچیایی که مثلا گیر افتاده بودن توی معدن همزمان بشه، یه جوری نجات اینها با سفر احمدی نژاد که تحت شعاع قرار بده. شما نظرتون در این رابطه چی هست؟ به نظر شما این اصلا چرا این مطرح میشه به این صورت؟ خب معلومه که این خیلی موضوع خنده‌داریه و اتفاقا اینم توی اخبار از این صحبت میشد که اینا دوچار چه توهماتی هستن. ولی این سایتی که شما اشاره کردی سایت خود طرفدار دولت هست. ظاهرا حتی تو خود ایران هم سایت‌های طرفدار دولت، طرفدار احمدی نژاد راجع به این اهمیت این سفر رو باید خیلی برجسته میشد و اینا و اظهاراتی نظیر همین که شما گفتید که گویا اسرائیل توطئه کرده که سفر ایشون همزمان بشه با نجات معدنچی ها و مورد توجه قرار نگیره. سایت های دولتی اینجوری حرف میزنن، ولی حتی تو خود ایران سایت هایی که طرفدار خامنه ای هم و با دولت احمدی نژاد اختلاف دارن و به اصطلاح زیاد نزدیک نیستن بهش، دارن بیشتر راجع به سفر خامنه ای به قم صحبت میکنن. خواهم بگم بعضی جمهوری اسلامی خیلی مسخره تر از این حرف هاست که و اینو جدی بگیره آدم و بخواد راجبی صحبت کنه. خیلی واضحه که همونطور که گفتم حتی تو ساعت بین‌المللیش
خب چرا اگر احمدی نژاد میومد دوباره نعره‌های علیه اسرائیل میکشید و اینا شاید میرفت توی اخبار، ولی اگر قضیه معدنچی ها هم نبود به نظر من اونقدر برجستگی پیدا نمیکرد. اما در رابطه با جنبه داخلی به اصطلاح تبلیغات و اهدافی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکرد در این رابطه، میخوام بپرسم تا چه اندازه متحقق شده، یعنی تونستن دستاوردهایی داشته باشن توی این زمینه از نظر داخلی؟ از نظر داخلی خب هدفشون این بود که برن اونجا، خب پول زیادی خرج کردن، حزب الله هم اونجا هست و کلی آدم را آورده، جمعیتایی که ما میشناسیم میدونیم چه جوری اینا کار میکنن، جمعیت توی ایران بهشون میگن جمعیت ساندیسی و با زور ساندیس و پول و این حرفا یک کسایی رو کرایه میکنن. توی لبنان خب قضیه یه مقدار متفاوته، ولی اونجا هم اساسش همینه، یه بخشی از جمعیت لبنان که عبارت از به اصطلاح شیعیان باشه، اینا گروگانا و اسیرای حزب الله و جمهوری اسلامی هستن و خب اینا رو بسیج میکنن میارن توی خیابون و امیدشون این بود که اینا رو نشون بدن و نشون بدن که دولتشون حمایت داره، یک جای دنیا هست که مردم با سنگ دنبال اینا نمیفتن و یه حمایتی وجود داره. این هدفی بود که از جنبه داخلی به نظر من دنبال میکردن، البته از جنبه داخلی این رو هم دنبال میکردن که با سر و صدا و شلوغ کردن حول این سفر فضای امنیتی رو به نفع خودشون نگه دارن. یعنی کارهای جمهوری اسلامی همش یه جنبه امنیتی قوی داره، توی این مورد هم اینطوری بود، ولی من فکر میکنم که خب مردم میشناسن اینا رو، مردم جمعیت‌های ساندیسی و جمعیت‌های به گروگان گرفته شده رو میشناسن و این تأثیر زیادی نداره. فوقش یکی دو روز خوراک تلویزیون و صدا و سیمای جمهوری اسلامی که اعصاب مردم رو خرد کنه، فقط همین. بله، خب به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم که نگاهی داشته باشیم به یک طرف دیگه قضیه و اون هم تبلیغات اپوزیسیون مثلا ناسیونالیست هستش که اپوزیسیون جمهوری اسلامیه اما به هر ترتیب ناسیونالیسم ایرانی نشون، اصطلاحا گفته میشه ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، که اونها هم در رابطه با این سفر آیا تبلیغاتی داشتن مجموعاً، که چون که همیشه اینجوری بوده که اونها میگفتن جمهوری اسلامی کمکی رو که به حزب الله لبنان یا حماس میکرده رو اینا پای مردم لبنان و فلسطین میبستن، توی این سفر هم آیا اونها مثلا حرکت هایی داشتن، تبلیغاتی داشتن توی این زمینه؟ بله طبق معمول این رو داشتن و این یه جور متاسفانه تو افواه عمومی هم خیلی وسیع رفته که گویا جمهوری اسلامی داره به لبنان کمک میکنه یا به فلسطین کمک میکنه. اینجوری نیست، جمهوری اسلامی داره به اسلام سیاسی و یه مش اوباشی مثل خودش کمک میکنه و مردم فلسطین و لبنان اون بیچاره مثل مردم ایران اسیر از یه طرف جنایت ها و کشت و کشتارهای اسرائیل، هن از یه طرف اسیر جنایت ها و کشتارهای حماس و حزب الله و اینا هستن و گیر افتادن. مردم لبنان هم مثل مردم ایران خواهان آزادی و برابری و رفاه و آسایش هستن و جمهوری اسلامی داره به قاتلای اون جامعه کمک میکنه و اونا رو سپورت میکنه و این ربطی به مردم لبنان و فلسطین نداره. و خب توی این تبلیغات ناسیونالیستی و ضد عربی که ناسیونالیسم ایرانی میکنه، سعی میکنه این نفرت قومی و نفرت ملی رو به وجود بیاره که باید شدیداً با این مقابله کرد. اون چیزی که تو این وسط ما دیدیم تو سفر احمدی نژاد یه جور تلاش واسه قدرت نمایی اسلام سیاسی بود که یک سرش جمهوری اسلامی، یک سرش هم حزب الله و حماس و این حرفا هستن که گفتم ابتدای صحبتم این قدرت نمایی هم همچین نمودی نداشت و به نظرم اونجوری که فکر میکردن به نفعشون تمام نشد و بیشتر چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که بیشتر تون این رو گرفتن که با غرب وارد مذاکره بشن، بچه خوبی باشن، سر به راه باشن و بیشتر سرفرود آوردنشون رو در مقابل فشارهایی که غرب روشون هست رو ما دیدیم. بله، مرسی از شما که توی این برنامه شرکت کردید و ما اینجا به انتهای برنامه‌مون میرسیم. شما نظرات مصطفی صابر رو شنیدید.
دوست داریم که نظراتتون رو برای ما بفرستید به آدرس ایمیلی که در پایین صفحه مشاهده می‌کنید و یا شماره تلفنی که شماره پیامگیر تلویزیون ما هست. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. من کیان آذر هستم و همراه همکارم جمیل فرزان روزها و شب‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.